36 سال پس از سقوطش هنوز هم خیلی ها میخواهند بدانند چه شد که قوی ترین رهبر در خاورمیانه از اوج به زیر افتاد، آن هم به دست عده‌ای که کمتر فکرش را میکرد. محمد رضا پهلوی، شاه جوانی که روزگاری ماندنش در قدرت به کمک دیگران ممکن شد، در سالهای آخر عمر و حکومتداری سیاستمداران و تجار زیادی را روی سرانگشت نفتیش چرخاند. از سالهای اولیه دهه 50 خورشیدی تغییراتی در رفتارهای محمد رضا شاه دیده شد. در سال 1351 او و معمر قذافی راهشان را از دیگر کشورهای نفتی جدا کردند و قیمت را بالا بردند. پول آن به روند مدرنیزه کردن ایران سرعت دوچندان داد. محمد رضا شاه طرح‌های گسترده‌ای برای ایران آینده، ایران مدرن داشت. 1351 همان سالی است که محمد رضا شاه فهمید به علت سرطان لنف پایان عمرش نزدیک است، بیماری که تا مدت‌ها آن را پنهان کرد. این بیماری من ازش اطلاع پیدا کردم در سال 1977، ولی از 74 کم کم شروع شده بود. خب اینو خیلی ها میگن که آیا در تصمیم گیری ایشون اثر داشت این بیماری، ولی دکترها بعد گفتن که نه، اون دوایی که ایشون میخوردن نمیتونست اثر داشته باشه در تصمیم گیریشون. در تحلیل قدیمی از CIA که به تازگی از طبقه بندی محرمانه خارج شده، آمده احتمالاً بیماری او و چشمنداز مرگ باعث شد شاه ایران تلاش کند تا در فرصت باقی مانده نامش و میراثش را در تاریخ ثبت کند. حرف مرگ و زندگی در آن زمان در مصاحبه هایش بیش از پیش شنیده می شد. More or less permanently. All will depend on the will of the people. همش به اراده مردم بستگی دارد. چون من که تا ابد زنده نیستم. دورانی بعد از من هم خواهد بود. اما فکر می کنم این راهی که ما انتخاب کردیم برای کشور ما مناسب است. در این سالها روند نوسازی تندتر شد. محمد رضا شاه کارشناسان را از گوشه و کنار دنیا آورد تا تصور خودش از آرمان شهر را باز بسازد. اوتوپیایی که به تحلیل CIA قرار بود به فرزندش رضا پهلوی برسد. گویی پدر می‌خواست پیش از مرگ مطمئن شود کشوری برای پسر به میراث می‌گذارد که تا سالیان سال تحت سایه خاندان پهلوی مدرن و پیشرو باقی می‌ماند. اما تحلیلگران گفتند که ندید چگونه این روند شتابان به شکاف فقیر و غنی دامن میزند و در کنار کاخها زاغه سر بر می آورد. پیشرفت اقتصادی می آورد بدون آنکه زیربنای اجتماعی و فرهنگیش در جامعه مهیا باشد و سرانجام روزی هم از هم خواهد پاشید. کارنامه حقوق بشریش همچون قبل بد بود. تحلیل CIA میگوید در سالهای آخر محمد رضا شاه کارهایی کرد که به اعتقاد بعضی نرمتر از آنچه بود که از او انتظار میرفت. بعضی تحلیلگران میگویند اگر او به سرکوب مخالفان همانطور که پیشتر انجام داده بود ادامه میداد، انقلاب رخ نمیداد. در تحلیل CIA آمده که احتمال دارد این تغییر روشش در برخورد با مخالفان از بیماریش ناشی شده باشد. بیماری مطمئناً دلیل اصلی سقوط او نبود، اما تحلیلگر CIA میگوید اگر ارگانهای جاسوسی آمریکا میدانستند که محمد رضا شاه بیمار است، شاید تحلیلشان از حرکتهای او به واقعیت نزدیکتر بود و اینچنین با سقوط حکومتش غافلگیر نمیشدند. نگین شیراقایی، بی بی سی. عباس میلانی، رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو با ماست. آقای میلانی، شما رفتارهای شاه ایران رو از نزدیک رصد کردید برای کتابی که در مورد او می نوشتید. آیا این توضیحی که الان در اومده به نظر شما هم درست میاد، اینکه رفتار شاه به خاطر اینکه فهمید سرطان داره تغییر کرده بود؟ به نظر من تا حدی تغییر کرده بود. یعنی دواهایی که می‌خورد، دواهایی که برای شیمی درمانی می‌خورد، ما اگر بس به اون دوا رو ببینید، می‌بینید که استراب میاره، می‌بینید که بی‌تصمیمی میاره، توهم میاره. ولی در این حال شاه در گذشته هم یک چنین بی‌تصمیمی‌هایی نشون داده بود. یعنی در سال مثلا قبل از 28 مرداد، در بلوهوش 15 خرداد، شاه کسی نبود که بتونه تصمیم قاطع بگیره. به گمان من بیماریش آنچنان رو آنچنان تر کرد و دواهایی که میخورد آنچنان رو آنچنان تر کرد. کی
سازمان‌های اطلاعاتی مثلا CIA متوجه شدند که او این بیماری رو داره. الان میگن متوجه نشده بودند و شاید اگه میدونستند میتونست تأثیری بگذاره روی رفتار اونها. بلا حتما من فکر میکنم اگه میدونستند قاعدتا در رفتارشون تأثیر میگذاشت. به نظر من هم تمام شواهد نشون میده که نمیدونستند. شاه نه تنها سعی تمام کرد که این رو از دستگاه‌های جاسوسی غربی پنهان نگه داره، بلکه از خانواده خودش، یعنی خود همسر شاه ملکه، تا 2 سال بعد خبر نداشت. یعنی بعدم که ملکه خبردار شد به مردم ایران هم نگفت. یعنی یه سوال دیگه قابل تأمل اینه که اگر به مردم میگفت چه میشد. ولی من تو اسناد تنها موردی که دیدم که شاید یک دستگاه خبر داشت ادعای آقای لبرانی بود که من با ایشون مصاحبه کردم. آقای لبرانی در اون زمان سفیر اسرائیل در ایران بودن و گفتن که وقتی پزشکای فرانسوی آمدن و معلوم شد بیماری شاه جدی است، سفارت فرانسه به لبرانی گفته بود. لبرانی هم میگه یک گزارشی نوشته بود، من گزارش ندیدم، اینو فقط بر اساس ادعای لبرانی میگم. و آقای مشدیان که اون وقت وزیر امور خارجه بود این مسئله رو جدی نمیگیره، برای اینکه میگه اگر چنین مسئله جدی بود حتما آمریکا و انگلیس هم خبر داشت پیدا میکرد. حالا که این اسناد بیرون اومده، عده ای از تحلیلگران میگن این اسناد به طور بالقوه میتونست تاریخ رو عوض بکنه. نظر شما چیه؟ بله، اولا این سندی که بهش اشاره میکنید چیز خیلی تازه‌ای نداره. چون CIA نوشته تازگی چندانی بهش نمیده. من فهم کنم این که مثلا غربی ها سیاستشون عوض میکردن در خاطرات وزیر امور خارجه خود انگلستان هست. براون میگه که اگه ما میدونستیم حتما سیاستمون رو عوض میکردیم. ولی این که آیا اگر اونها سیاستشون عوض میکردن تمام تحولات ایران قابل تغییر بود، اون به نظر من از اون اگرهای تاریخی است که خیلی سخت در موردش قضاوت میشه کرد. برای من اگر جالبتر اینه که خود شاه اگر وقتی که فهمید بیماره، مثلا در زمانی که حزب رستاخیز رو درست کرد، به جای حزب رستاخیز همونطور که کتابم من آوردم داشت تلاش میکرد یه حزب درست حسابی با مهدی سمیعی درست بکنه. برای من اگر جالبتر اینه که اگر خود شاه به طرف بازتر کردن فضا در اوج قدرت میرفت، آیا تغییر مسیری متصور بود که به نظر من اون قابل تحمل تره. یه بحث دیگه همین هستش که شاه در به خاطر این بیماری نرمتر شده بود با مخالفانش نسبت به برخوردی که دهه 40 بعد از اتفاقات سال 42 با مخالفان داشت. آیا اینطور بود؟ ولی به نظر من دوباره یه ترکیبی از چند عامل هست. یعنی شاه از 73 متوجه میشه که یه خطر سیاسی در افقه. همون وقتی که شروع میکنه با مهدی سمیعی این مذاکرات رو کردن، من این مینوتای مذاکراتشون رو دیدم و واضحه که شاه میدونه که یک بحران سیاسی در افق هست و باید براش فکری بکنه. متاسفانه پول نفت یک دفعه چند برابر و گمان شاه این بود که با بهتر کردن وضع اقتصادی میشه اون بحران سیاسی رو از سر بگذرونه و تا اون زمان شاید فرزندش هم آماده بشه. ولی اینکه نرمتر شد یا سفت‌تر شد، عامل خارجی هم در اینجا موثر بود. شاه وقتی که دچار این توهمات بیشتر شد به خاطر سرطانش، کارتر اومد و سیاست آمریکا رو عوض کرد، حقوق بشر رو مطرح کرد. من مخالفین شاه با علم به این که آمریکا داره این فشارها رو به شاه میاره فعالتر شدن، نامه ها نوشته شد، اون جلسه گوته شد، همه اینها دست به دست هم داد و شاه دوباره کسی نبود که در شرایط بحرانی خوب اداره بکنه. شاه در وقتی که احساس قدرت میکرد خیلی با صلابت سیاست میکرد، وقتی احساس ضعف میکرد خیلی زود خودشو دست و پاشو گم میکرد و متزلزل میشد و تصمیم گیری برایش سخت بود. اینو در چند مورد ما به طور ویژه میتونیم ببینیم. بسیار متشکرم از شما. عباس میلانی، نویسنده کتاب شاه و رئیس بخش ایران شناسی دانشگاه استنفورد از پالو آلتو با ما.